درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز خوشحالیم که مهمان خانه های شما عزیزان هستیم در برنامه دفاعیات مسیحی و من بیشتر خوشحالم که با دوست بسیار عزیزم ساسان توسلی دکتر ساسان در خدمت شما عزیزان هستیم ساسان جان خیلی خوش اومدی به این برنامه امیدواریم که حالت بهتر شده باشه مرسی رضا جان مرسی داریم نم نم جلو میریم ام. جلسه پیش یه مقدار مقدماتی بود صحبت ها و ام. معرفی منابع و کتاب ها و یه مقدارم بنده تازه داره یواش یواش فکم گرم میشه خلاصه دیگه باید ادامه بدیم صحبت ها رو تو این برنامه ولی مرسی برای همکاری توی این برنامه خواهش میکنم به هر حال به شما ما میگیم فکتلایی طلایی و هیچ مشکلی نیست از <تصفح> اطلاعات شما دانش شما استفاده میکنیم و امیدوارم که موجب بنا و رشد ایمان مسیحی عزیزانمون که این برنامه رو دنبال میکنند باشه در رابطه با اعتبار تاریخی عهد جدید و کتاب عهد جدید با هم دیگه صحبت میکنیم اناجیل شما کتبی رو معرفی کردی در برنامه قبلی میخوایم که باز اگر منابع دیگه هست در رابطه با مسائل تاریخی اعتبار اناجیل برای ما و آره ما نه دیگه, دیگه کتاب جدیدی رو بس. تو این جلسه نمیخوام معرفی بس. کنم ولی میخوام صحبتمون رو پس شروع بکنیم میخوایم ببینید وقتی داریم صحبت های تاریخی میکنیم صحبت های تاریخی خیلی شبیه صحبتیه که توی یک دادگاه میشه که چه اتفاقی در یک زمان افتاده چه شواهدی وجود داره چه ادعاهایی هست اون کسانی که شاهدین این داستانی که تو تاریخ اتفاق افتاده کی هستن اعتبار خودشون چیه آیا حرفاشون با هم تناقض داره یا حرفاشون مکمل همدیگه است پس داریم یک همچین کیسی رو به قول معروف معرفی میکنیم یک همچین پرونده ای رو یک همچین دفاعیات رو داریم درباره ی... اعتبار تاریخی اناجیل به خصوص داریم صحبت می کنیم و زندگی ایسای مسیح داریم با همدیگه معرفی می کنیم توی هفته گذشته صحبت این رو کردیم که انجیل های متا، مرقس لوقا و یوحنا تو خود متن این اناجیل نویسنده نمیگه بنده متا هستم، بنده مرقس هستم، حتی بنده یوحنا هستم که دارم اینو می نویسم. ولی همیشه از همون اوایل قرن دوم شاگردان شاگردان مسیح این ادعا رو کردن و شما نقل قولی از اشخاصی رو خوندی باید. از جمله پاپایاس باید. بعد یه اشاره به صحبتی از پالیکارب کردی و بعد ایرنیوس پس کلیسا از قرن دوم پدران کلیسا متفق القول بودند که نویسنده های این اناجیلی که توی خود مت اسمشون برده نشده متا مرقس لوقا و یوحنا هستند خیلی از همین عزیزانی که شما اشاره کردید از پدران کلیسا ایه. که این از, از این اسناد و این نسخه های خطی اینا استفاده میکردن همین ها حتی جون خودشون رو دادن مثل اگناتیوس جون خودشونو دادن برای اون چیز اعتباری که داشتن و نمی‌دونستان که این کلام حقیقیه بله ایمان رو بر اساس اون کلام گذاشتن بلی. و جونشونو دادن بلی. و خود شاگردان مسیح هم جان خودشون رو فدای این پیغام کردن این نکته خیلی مهم تریه تا تازه شاگردان شاگردان مسیح ولی حالا ولی صحبتی که من وقت نشد مطرح بکنم اینه که ما نگاه میکنیم که وقتی که در قرون دوم، سوم، چهارم حتی پنجم اناجیل دروغین و جعلی نوشته شد و اونها رو خواستن نسبت بدن به ایسای مسیح و تعالیم مسیح اسم همه شاگردای مسیح رو روی اون اناجیل گذاشتن که به اون اسناد اعتبار ببخشند به اون مدارک جعلی یه اعتبار علکی بچسبونن ولی اناجیلی که ما تو عهد جدید داریم اعتبار خودشون رو به دست نمیارن از طریق جعل کردن یه اسم چون اگه میخواستن اه. یه اسم جل کنن واسه یه سند انجیل هیچ وقت نمیذاشتن انجیل مرقس چون مرقس اصلا جزء شاگردان مسیح نبوده اه. هیچ وقت نمیذاشتن انجیل لوقا چون لوقا اصلا جزء شاگردان مسیح نبوده ولی انقدر این اصلش از... پدران کلیسا میگن چی میگن که نه مرقس هم سفر با پتروس و موعظه های پتروس رو شنیده و جمع وری کرده به عنوان داستان زندگی مسیح پس میخوام بگم که اعتبار این اناجیل در درون محتوای خودشونه در درجه اول یعنی محتوای داستان یا چیزایی که نوشته شده خیلی مهمتر از اون اسم شخصی که نوشته این دقیقا. رو. دقیقا دقیقا ولی اناجیل دروغین سعی میکنن خیلی اعتبار ببخشن به یه حرفای خیلی قلابی با یه اسم خیلی همچین شاگردای مشهور ایسای مسیح این نکته خیلی مهمه که من خواستم اولین نکته که میخوایم مطرح بکنیم نکته دوم که میخوایم حالا واردش بشیم مسئله خیلی خوب حالا از نظر،, از نظر تاریخ زمانی این کی نوشته شده این نکته خیلی مهمی هست هرچی که یک منبعی که درباره اتفاق تاریخی هرچی فاصلش نزدیکتر باشه به یک حادثه تاریخی این،, این یک فرمول ریاضی نیست که بگیم هرچی که فاصله زمانی نزدیکتر باشه پس یک مدرک دقیق تره، صحیح تره نه یه مدرک میتونه با فاصله زمانی دورم اطلاعات دقیقی رو بنویسه ولی هر چیه مدرکی که نوشته شده باشه درباره یک اتفاق تاریخی نزدیکتر باشه به زمان حادثه امکان صحتش و دقتش بیشتره امکانش بیشتره هنوزم میتونه یه دروغی واردش بشه ولی اینکه آیا و امکان اینکه یک عالم افسانه و استوره و به قول ما ایرانیا حرفها یک کلاخ چل کلاق بشه امکانش کمتره هرچی که چی یه مدرکی یه متنی نزدیکتر, نزدیکتر به واقعه باشه, باشه به واقعی تاریخ این نکته خیلی مهمی هستش حالا نگاه میکنیم دوباره توی اناجیل ما هیچ اینجا تاریخ ننوشته که نویسنده در فلان تاریخ این انجیل رو نوشته <applause> همچین ادعایی رو نمیکنه هیچ انجیلی در فلان سال این انجیل نوشته شده ولی میخوایم نگاه بکنیم که محققین عهد جدید چه تاریخی رو مطرح میکنن ولی قبل از این میخواستم به عنوان یه نمونه به عنوان یه نمونه از همین کتاب The Case for Christ The Least میخوام استفاده بکنم و از این نمونه هم خیلی زیاده پروندهی برای مسیح بله مثلا درباره اسکندر کبیر که از داره تاریخی یک شخصیت بسیار مهم تاریخی هست اسکندر دو تا از قدیمی ترین بیوگرافی هایی که درباره اسکندر نوشته شده با یه فاصله زمانی 400 سال هست یعنی قدیمی ترین منابعی که ما درباره اسکندر داریم 400 سال فاصله زمانی داره با خود زندگی اسکندر ولی کسی تاریخدانی نمیاد اون منابع رو رد بکنه که نه این منابع هیچ فایده ای نداره چون 400 سال فاصله زمانی داره درست درسته تو یه عالم هم شاید توش اشتباه باشه ولی صحبت اعتبار تاریخی رو وقتی میکنیم نه اینکه توش هیچ اشتباهی یه جمله توش اشتباه باشه ولی اساس اون داستان اساس اون حادثه اعتبار تاریخی داره حالا فاصله زمانی اسکندر با قدیمی ترین منابع زندگی 400 ساله ولی تاریخدان خیلی هم معتبر میدونن اون منابع رو و بر طبق اون منابع یک عالم اعتقاد دارن که حقایقی رو درباره زندگی اسکندر میتونن پیدا بکنن خب ما حالا چون بیننده های ما ایرانی های عزیز ما هستن من فقط اینو خواستم یه مثال بیارم شانتیونی بنده اینو بگم البته به واسهشم منبع زیاد دارم الان جلو دستم نیست ما درباره پیامبر اسلام وقتی که صحبت میشه که قدیمی ترین بیوگرافی پیامبر اسلام که درباره ایشون نوشته شده و ما این همه اعتقاد داریم که پیامبر اسلام در چه سالی به دنیا اومدن، در چه سالی هجرت کردن، پیغامشون چیه، زندگیشون چیه، کاراشون چیه، قدیمی ترین منبع که بر طبق خود ادعای اسلامی بیوگرافی سیرت رسول الله ابن اسحاق هست که با فاصله 125 سال بعد از فوت پیامبر نوشته شده اون کتاب وجود نداره اصلا هیچ اثری ازش نیست یک نس بعد یک ویرایش دیگه از اون کتاب میشه از طریق نویسنده به نام ابن هشام پس یک فاصله تقریبا دیویس سال از زمان پیامبر اسلام تا قدیمی ترین بیوگرافی که در دسترس هست وجود داره بین سیرت رسول الله ابن هشام و زندگی پیامبر اسلام پس میخوام بگم اینا واقعیت های تاریخیه دست. حالا میخوایم برگردیم به اناجیل اناجیل اگر قبول داشته باشیم که تقریبا متفق القول هستن تاریخ که مسیح در حدود سال سی تا سی, سی میلاد خدمت زمینیش رو انجام داده خب پس پس فاصله زمانی اناجیل با عیسای مسیح الان نمیتونم وارد تک تک اناجیل بشم ولی متا مرقس و لوقا حالا خیلی از محققین عقیده دارن که بین سال 70 تا 80 میلادی نوشته شده من عقیده دارم که زودتر هم نوشته شدن این اناجیل حالا درباره اش صحبت میکنیم ولی حتی اگر بگیم حدود 70 میلادی فاصله زمانی بین 30 تا 70 چقدر میشه بنویسم روز 40 شما می‌خواستم ریاضیت رو اینجا بنده چک کنم من هم قوی‌تر البته از ریاضی <تصفح> <مهنشو>. <تصفح> حالا بگیم من 80 میشه 50 سال پس با یه فاصل و و بعد انجیل یوحنا هم طرفای 90 که اون بعد میشه حدود 60 سال ولی پس توی یک فاصله چهل تا 50 سال ما چی داریم؟ سه تا از اناجیل اناجیل نظیر میگن اناجیل نظیر سیناپتی گاسپلز متا مرقس لوقا پس در یه فاصله زمانی سی تا چهل سال چهل سال چهل پنجاه سال به قول حالا تا... خیلی از تاریخ ها ما یک ما این سه تا شاهد داریم از زندگی عیسی مسیح میگم شاید برای مناطوی امروز در قرن 21 بگیم واو 40 50 سال خیلی فاصله است برای یک کلاغ چل کلاغ شدن حالا وارد این صحبت میخوام بیشتر بشیم و چون من عقید دارم که کمتر هم از فاصله ولی صحبت چیه؟ صحبت اینه که شاگردهای مسیح دائم دارن توی معزه توی تعالیمشون توی بشارتشون تو نصیحت های شبانیشون دائم دارن تعالیم مسیح رو تکرار میکنن مرور میکنن یعنی این صحبتی نیست که زندگی مسیح اتفاق افتاد بعد هیچ کس در بارش حرف نزد تا چل سال بعد مرقس خواست انجیلش رو بنویسه نه دائم شاگرداش دارن تو پیغامه هاشون زندگی مسیح رو مرور میکنن تعالیمش رو مرور اکثر اناجیل هم زندگیش نیست تعالیم و موجزه های مسیح هست اون همون در موج... زمان خدمت کوتاهش روی زمین اه. پس میخوام بگم که دائم داره اینا تکرار میشه یاداوری میشه پس اینا هنوز حرفای زنده است ب... من حالا نمیخوام سن خودم و خودت رو لو بدیم اینجا آقای ما چه خواستگاری نمیخواد آره. کسی برمون بیاد دیگه <applause> ولی،, ولی مثلا الان که من و تو اینجا توی استودیو نشستیم تقریبا یه چیزی حدود 33 سال از زمان انقلاب ایران میگذره من ده یاده سالم بود وقتی انقلاب شد حالا سن خودمون رو داریم رو میدیم ولی من هنوز خاطرات دوران انقلاب برای من خیلی زنده است تظاهراتی که میرفتیم شعارهایی که میدادیم حادثه هایی که اتفاق میافتاد پس هایی که میشد پس میخوام بگم درسته که 33 سال گذشته ولی این خاطرات فراموش شده نیست تازه بنده توی 33 سال دائم نرفتم تکرار بکنم خاطراتمو از دوران انقلاب ولی شاگردای مسیح بعد از سی چهل سالی که حالا اناجیل نوشته شده بارها و بارها این تعالیم رو تکرار کردن این آه. تعالیم رو تو قلبشون داشتن و به دیگران گفتن پس یه توی همچین فاصله زمانی حالا به خاطر وقتمون تو این قسمت تموم شده بعد این صحبت رو ادامه بدیم ولی امکان این که صحبت های مسیح یک کلاق چل کلاق بشه یا پر از استوره و افسانه و داستان های تخیلی بشه از نظر تاریخی این امکان وجود نداره توی منابعی که داریم درباره زندگی مسیح حالا بقیه صحبت هم توی قسمت بعد مرسی از توضیحاتتون دوستان عزیز بیننده به بخش بعدی میریم و ادامه برنامه رو با ما دنبال کنیم دوستای خوبم به استودیو برمیگردیم و برنامه خودمون رو در برنامه دفاعیات مسیحی ادامه میدیم همراه دکتر ساسان توسلی ساسان جان در رابطه با فاصله زمانی صحبت کردی و میخوایم که این رو برای بینندگان عزیزمون بیشتر دستم. فاصله زمانی اناجیل برد. با خود عیسی مسیح برد. گفتیم توی برنامه قبلیمون توی قسمت اول برنامهمون که خیلی از محققین عهد جدید عقیده دارن که اناجیل مرقس، متا و لوقا بین 70 تا 80 میلادی نوشته شده همین اناجيل نظير که بله پس س... یه فاصله 40 تا 50 سال بین نوشته شدن اناجيل و خود زندگی عیسی مسیح وجود داره بر طبق نظر خیلی از محققین که تازه ما گفتیم خیلی هم فاصله زیادی نیست درباره در مقایسه با شخصیت های تاریخی دیگه که فاصله زمانی منابعی که دربارش نوشته شده و خود اون اتفاق تاریخی ولی حالا میخوایم نگاه بکنیم که آیا واقعا فاصله چه ساله یا میشه فاصله را حتی کمترم در نظر گرفت. میخوام به دو تا نکته خیلی مهم چند تا نکته مهم اشاره بکنم دارم حالا این نکته ها خیلی جاها گفته شده من حالا دارم به این کتاب Cold Case کریستیانیتی میخوام اشاره بکنم کتاب جدیدی که کتاب جدیدی که تازه در ژانویه 2013 در اومده چاپ شده ما از کتاب های قدیمی استفاده نمی کنیم آقای رضا فکر نکنیم ما کتاب های تازه معرفی می کنیم به دوستان بله. کتابی که تازه چاپ شده توی آمریکا از یک کارگاه که از نظر فن کارگاهی و جمع کردن شواهد خودش به مسیح ایمان میاره به خاطر شهادت اناجیل باید. به ایسای مسیح داستان خیلی جالبیه خیلی هم درباره کارگاهی یاد میگیره تو این کتاب ولی چند تا نکته مهم یکی اینکه یکی از مهمترین اتفاقات تاریخی در قرن اول که تاریخدان ها دربارش متفق القول هستند اینه که در سال هفتاد میلادی ارتش روم اومد و اورشلیم رو با خاک یکسان کرد معبد رو خراب کرد و یهودیا پراکنده شدند به نقاط مختلف از از اورشلیم فرار کردند در سال چی هفتاد, هفتاد میلادی ارتش روم اومد و اورشلیم رو نابود کرد خب و ما میبینیم که اناجیل ما حالا صحبت ها الان متا مرقس لوقا رو به خصوص دارم میکنم هیچ کدوم این اناجیل اشاره به حمله روم و خراب شدن اورشلیم توش نیست که این اتفاق افتاده نبوت مسیح هست من. که اورشلیم نابود میشه سنگی بر سنگ آره. ولی اینی که و حتی نه فقط اناچیر حتی رساله های مثلا حتی رساله ابرانیان رساله های پولیس هیچ اشاره ای به این حادثه خیلی مهم در تاریخ قوم یهود هیچ اشاره ای بهش نیست پس این چون, این اگر این این واقعیت میتونست خیلی نکته مهمی باشه در بحث های بین مسیحیا ها و یهودیا اگر این اتفاق افتاده بود و اناجیل بعدش نوشته شده بود که <applause> 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 <ببینید تصفيق> رسالات میتونستن اشاره کنن اشاره بکنن یا میتونستن بگن که ببینید مسی این رو گفت و شما این اعتبار برای تایید حرفای مسی حالا محققینی که اناجی رو بعد از هفتاد عقیده دارن نوشته شده به همین دلیل که میگن اصلا نبوتی نیست و نبوت های مسیح هم نیست و معجزه هم اتفاق نمیفته به خاطر نبوت های مسیح به خرابی اورشلیمی که میگن اینا بعد از اورشلیم بعد از هفتاد نوشته شده ولی اگر ما عقیده داشته باشیم که مسیح میتونست نبوت بکنه و معجزه میتونه اتفاق بیفته که اونم خودش بحث مهم فلسفیه که ما واردش نشدیم پس این نکته خیلی مهمه که هیچ اشاره تو اناجیل به این اتفاق مهم قوم یهود نیست پس خیلی شاید بیشتر قابل قبول باشه که این اناجیل قبل از هفتاد میلادی نوشته شدن که توشون هیچ اشاره به این اتفاق نیست نکته دیگه خیلی مهمه ما میدونیم که هم لوقا لوقا هم انجیل لوقا رو نوشته و هم اعمال رسولان, اعمال رسولان رو نوشته الان به خاطر وقت نمیخوام واردش بشیم بعدا به انجیل لوقا نگاه خواهیم کرد ولی اعمال رسولان تاریخ اولیه کلیساست درست توی فستای اول تمرکز لوقا روی محور موعظه و خدمت پتروس رسوله و بعد تاکید میره روی خدمت پولس رسول چطور چطوری این انجیل به سراسر نقاط مختلف در امپراتوری روم داره توسعه پیدا با به یک آیه هشت میگه می اینو تو همون کتاب که از کجا شروع میشه و بله. بله یعنی می... خود مسیح میگه این پیغام باید از اورشلیم بره به سامریه یهودیه و تا اخص... نقاط... ا... تمام نقاط جهان حالا انج... اعمال رسولان انجیل م... 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 لوقا انجیلش رو شروع میکنه با تولد عیسی مسیح بهم. و خاتمه میده کتاب اعمال رسولان رو با چه نکته ای؟ پلس توی زندان در روم پس اعمال رسولان توش هیچ اشاره به شهید شدن پولس و پتروس هم نمیشه این نکته خیلی مهمیه حالا پتروس و پولس بر طبق شواهدی که ما داریم در زمان امپراتوری نرون شهید شدن در حدودای سال 64 یا 65 میلادی حتی محاکمه پولس رو در, در کتاب اعمال رسولان در حضور پادشاهی اغریپاس و فرماندار یوسفوس فستوس اعلام میکنه که کدوم فرمان روایی حاکم اون موقع بوده دقیقا. ولی میخوام بگم دو که اگر این دوتا شخصیت های بسیار مهم تاریخ کلیسا شهید شده بودن خیلی عجیبه م. که هیچ اشاره لوقا توی کتاب اعمال رسولان به شهادت این افراد نکنه پس نه اشاره تو اناجیل هست به خراب شدن اورشلیم در هفتاد میلادی نه اشاره به شهید شدن پولس یا پتروس هست تو کتاب اعمال رسولان در 64 65 میلادی خب و هیچ اشاره ای هم اصا خیلی اسامی ها اسم یعقوب اسم خیلی محبوبیه توی زمان عهد جدید خیلی های اسمشون ده. یعقوبه خیلی ها اسمشون شمعونه خیلی ها یوحنا هستن یکی از شاگردان مسیح به نام یعقوب برادر یوحنا شهید میشه و اعمال رسولان فصل دوازده بهش اشاره میکنه اه. ولی یکی از برادران مسیح برادرانی که بعد از اینکه مسیح از مریم باکره به دنیا میاد یوسف و مریم بچ فرزندهای دیگه برد. هم دارند و تاریخ کلیسا و حتی نوشته های یوس... جوسیفس یوسفوس, یکی از تاریخدان های خیلی مهم قرن اول یه تاریخدان یهودی اشاره میکنه که برادر مسیح یعقوب که خودش یکی از پیروان مسیح نیست در زمان خدمت خود مسیح ولی مسیح بهش ظاهر میشه تو اول قرنتیان 15 اسمش اومده اسم یعقوب برادر مسیح باید. یعقوب برادر مسیح یکی از مهمترین رهبران کلیسا در اورشلیم میشه اینو یوسف هم می یوسیف و خود یعقوب در اورشلیم سال 62 میلادی حدود اون سالا شهید میشه دوباره به این شهادت این یعقوب نه یعقوب فصل دوازده شاگرد مسیح فصل دوازده اعمال نه برادر مسیح که میشه رهبر کلیسا در اورشلیم که سال 62 میلادی شهید میشه به این شهادت اون یعقوب هم هیچ اشاره ای نیست پس حالا داریم تاریخ های کمتر میکنیم که حالا اگر یوحنا هن... اگر لوقا آ... اعمال رسولان رو نوشته قبل از اینکه این, این شاگردای مسیح ش... و رهبران کلیسا شهید بشن پس لوقا اعمال رسولان کی نوشته حدود شست اقلا قبل از اینکه 62 بهم. یعقوب شهید بشه یا 64 65 پولس و پتروس شهید پتروز بشن. بشن خب پس و اعمال رسولان اگر حدودایی بگیم 60 60 61 حالا نوشته حالا شدم زودتر کتاب قبل از اعمال چیه انجیل لوقا یعنی پس چون خودش میگه انجیل جلد اول و بهم. اعمال تقریبا میشه جلد دوم نوشته‌های لوقا شما قشن... من دارم خوب توضیح میدم که از نظر تاریخی داریم من اینجا جدول ندارم که اینجا روی صفحه بکشم ولی داریم تاریخ رو هی به مسی نزدیکتر میکنیم که پس اگر انجیل لوقا انجیل اگر اعمال رسولان رو در حدود 60 میلادی لوقا نوشته قبل از اینکه اعمال رسولان بنویسه انجیل لوقا رو نوشته پس دقیقا. انجیل لوقا هم برمیگرده به اواخر پنجاه یا اوایل شست میلادی دقیقا شما وقتی که کتاب انجیل لوقا رو میخونید قسمت باب آخر رو میخونید باب 24 بله. رو میتونید اون متن آخر باب رو وصل کنید به متن اول دوم فصل فصل اول دوم کتاب اعمال رسولان چون رو دقیقا میتونید بگید که یک کتاب دو جلدیه دقیقا اصلا جلد دو که کتاب دو جلدی هستش دقیقان. جلد اول زندگی مسیح جلد دوم تاریخ کلیسا این تقریبا نوشتار حالا اگر لوقا اواخر دهه پنجاه یا اوایل شست انجیل و اعمال رسول نوشته وارد این بحث اصلا نمیتونم الان تو این برنامه ها بشم بحث خیلی پیچیده تره ولی خیلی از محققین عهد جدید عقیده دارن که اولین انجیلی که نوشته شده انجیل مرقس هست که بعد لوقا و متا از مرقس به عنوان یکی از منابع اناجیلشون استفاده میکنن جب. حدود 250 آیه از انجیل مرقس در انجیل لوقا مثلا اومده پس اگر لوقا انجیلش رو اواخر پنجاه اوایل 60 نوشته و من مرقس رو استفاده کرده به عنوان یکی از منابعش پس انجیل مرقس حتی زودتر از انجیل لوقا نوشته شده یعنی یه صحبت تاریخی داریم میکنیم که لوقا با چه تاریخی تموم میشه اعمال رسولان تو چه تاریخی تموم میشه قبل از شهید شدن پتروس یا پولس قبل از شهید شدن یعقوب برادر ایسای مسیح رهبر کلیسا در قبل از سال 65 میلادی قبل پس اوایل 60 اعمال نوشته شده قبل از اعمال انجیل لوقا نوشته شده انجیل لوقا از مرقس استفاده کرده بر طبق نظر اکثر محققین که بنده الان نمیتونم وارد اون بحث بشم پس مرقس حتی قبل از روغانه نوشته شده پس مرقس برمیگرده شاید به دهه 50 پس یهویی فاصله زمانی مرقس با زندگی عیسای مسیح میشه یه فاصله زمانی شاید بگیم 25 -30 سال اه. به جای 40 -50 سال میشه یه فاصله زمانی 25 -30 سال حالا چرا وقت ما خیلی سریع تو این برنامه ها میره رضا جان یا شاید من خیلی هر راه هستم شما صحبتاتون شیرین <applause> این, این پس صحبت فقط حالا اناجیل هست ولی <applause> چون داریم درباره مسیح و تاریخ تاریخی که درباره مسیح اشاره شده داریم صحبت می یکی از قدیمی تری اینو من دیگه وقت ندارم باز کنم باید اینو تو جلسه بعد پس منده باز بکنم فتمن. رساله های پولس دوباره اکثر محققین عقیده دارند که رساله های پولس حتی قبل از اناجیل نوشته شده و حالا درسته که پولس به خود زندگی مسیح خیلی اشاره نمی کنه ولی پولس اشاره میکنه به نکات خیلی مهمی از تاریخ م... کارهای مسیح ده. از جمله از جمله فقط تو این برنامه میخوام اینو الان بگم به مرگ و قیام عیسی مسیح توی اول قرنتیان فصل 15 نه. و اول قرنتیان فصل 15 اکثر محققین نقیب دارن که طرف های پنجه پنج میلادی نوشته شده اوایل پنجا دهه پنجا و بعد اشاره میکنه تو اول قرنتیان فوزه به خاطر وقت نمیتونیم الان بخونیم که پولس میگه تو سفر قبل که من با شما بودم این تعالیم رو من به شما دادم برمیگرده به حدود پنجاه میلادی و پس و بعد خودش خود پولس هم میگه که اصلا من رفتم اورشلیم و با شاگردان مسیح پیغامم رو چک کردم یعنی وقتی که وارد عمق متن مد... این رو من حالا تو جلسه بعد بیشتر باز میکنم وقتی که وارد نوشته های پولس میشیم دیگه ما با یه فاصله زمانی زیر 20 سال کار داریم فاصله زمانی که اولین نوشته های پولس با عیسی مسی. یه فاصله زمانی 20 سال دوست. که تو هیچ دین و آینی ما یه همچین فاصله کمی نداریم در تاریخ بشری دین های منظورم حالا اسلام و یهودیت و بودایی و هندویزم و این زرتشت شناره رو منظورمه پس میخوام بگم که اعتبار تاریخی اناجیل ما میت اعتبار خیلی بالایی هست از نظر مدت زمانی تاریخ دوست. خیلی ممنون از توضیحات قشنگ شما وقت ما به پایان میرسه دوستان عزیز بیننده تا برنامه دیگه شما رو به خداونده بزرگ